در رضا کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما همراه هستند سلام وقت شما بخیر با روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان وضعیت مهاجرین به ویژه پناهجویان افغانستان که از ترس طالبان گریختن را چگونه ارزیابی میکنید عرض سلام و ادب خدمت شما همکار عزیز و همچنین بینندگان محترم شبکه امام حسین سلام با وجود که چندین ماه از تصمیم دولت وقت پاکستان برای اخراج اون دسته از پناهجویانی که به گفته طرف پاکستانی غیر قانونی ساکن این کشور بودن همچنان ادامه داره و با گذشت به ویژه پس از سپری شدن ماه زمستان که بسیاری از نهادهای بین المللی و بالاخره منطقه توسعه میکنه که جلوی این اخراجی ها گرفته بشه اما طرف پاکستان همچنان مصمم هستش که این جمعیت رو از کشور خودش اخراج بکنه من. تاثیرات اون به ویژه در دو ایالتی که بیشترین تراکمه یعنی بیشترین پذیرای پناهجویان افغانستانی بودن به این شکل است که موجی از اختلافات مرزی و تجاری همچنان بر روابط دو کشور همسایه سایه افکنده و به نظر میرسه تداوم این سیاست اخراج افغانستانی های غیر مجاز به گفته طرف پاکستان از این کشور همچنان میتونه به یک عامل اصلی در روابط از قبل نچندان خوبه دو تا کشور تبدیل برقرار بمونه این آمد. بله. پیش از این, با... پیش از این هم بارها افمن الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری از وضعیت بد مهاجران اخراج شده از پاکستان نگرانی داشتند سرنوشت بله. بیش از یک میلیون مهاجر غیرقانونی قانونی دیگر افغانستانی چگونه خواهد شد هرچند سازمان عفو بین الملل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین نهادهای اروپایی بارها به اقدام دولت پاکستان اعتراض کرده اما منطقی که اسلام آباد برای در پاسخ به این اعتراضات داره ارائه میده اینه که هر کشور حق داره به گفته طرف پاکستانی یعنی اینکه هر کشور حق داره اتباع خارجی غیر مجاز رو از کشور خودش اخراج بکنه هر چند طرف پاکستانی تاکید میکنه که ما برای دلجویی از اتباع کشور همسایه خود به اونا پیشنهاد میدیم که از کشور خارج بشن و به صورت قانونی با دریافت ویزا با دریافت روادید و استفاده از گذرنامه معتبر وارد کشور بشن البته وضعیت اون دست از افغانستانی هایی که همچنان ساکن پاکستان هستن یعنی افغانستانی های مجاز میشه گفت که به قول به گفته گزارش های رسمی دولت پاکستان از وضعیت مطلوبی در داخل شهرها برخوردار هستن اما آن دست دیگر از پناهندگان ثبت شده در کمپ هستند هستن که به نظر نمیرسه وضعیت شایسته داشته باشه یا وضعیت مطلوبی بنامیم ببینید در دو استان بلوچستان و خیبر پختونخوا که گزارش حکایت از وضعیت شکننده این پناهجویان در کمپ هستش که از امکانات اولیه هم شاید محروم باشن بله در صورت تداوم روند اخراج اجباری پناهجویان غیر قانون از پاکستان در کوتاه مدت و بلند مدت چه پیامدهایی در پی خواهد داشت بحث اول تبعات اون در روابط دو کشور هستش حتی با وجود برگزاری انتخابات اخیر در پاکستان روی کار اومدن دولت جدید رژیم طالبان افغانستان مدعی هستش که خواستار روابط خوب با همسایه خودش پاکستان هستش اما باید جلوی سیاست تهاجمی علیه پناهجویان گرفته بشه و دولت پاکستان باید تجدید نظر بکنه در بحث بین المللی انتقادها از کشور پاکستان همچنان ادامه داره و کشورهایی که البته ما استانداردهای دوگانه در خصوص پناهجویان چه در اروپا و در قبال پناهجویان در آسیا نیز مشاهده میکنه اما در مجامع بین المللی میتونه برای پاکستان دردسر سرساز باشه این سیاست ممنونم از شما افزال رزا کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد